در ایران قوه قضاییه امیر حکمتی شهروند آمریکایی ایرانی را به زندان محکوم کرده است. خبرگزاری ایسنا این خبر را به نقل از وکیل او اعلام کرد. امیر حکمتی که سابقه حضور در ارتش آمریکا را داشت، 3 سال پیش به ایران سفر کرد اما بازداشت شد. یک بار به اعدام محکوم شد اما حال قوه قضاییه ایران او را به 10 سال زندان محکوم کرده است. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد. دفعه قبل حکمش اعدام بود، حال شده 10 سال زندان. امیر حکمتی شهروند ایرانی آمریکایی که در زندان اوین در تهران نگهداری می شود. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایسنا خبر داده که حکم امیر حکمتی در دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان قطعی تبدیل شده. اتهام های او جاسوسی و همکاری با دولت آمریکاست. امیر میرزای حکمتی 31 ساله، متولد آمریکا و دارای تابعیت دوگانگی آمریکا و ایران، زمانی که آذر ماه سال 90 به ایران رفت به خاطر سابقه حضورش در ارتش آمریکا بازداشت شد. با اینکه سفر او به ایران ربطی به شغل سابقش نداشت و تنها به قصد دیدار با مادر بزرگش رفته بود، مقام‌های ایران او را به جاسوسی متهم کردند. تلویزیون دولتی ایران هم اعترافاتی از او پخش کرد. سوال نمیپرسه، فقط هی از من میپرسه، از داستان تکرار میکنه، داره یه بازجویی میکنه. مدتی بعد از این اعترافات امیر حکمتی اعلام کرد که این اعترافات بی اعتبار است، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و این قاضی ابوالقاسم صلواتی او را به جاسوسی متهم کرد و حکم به اعدام او داد. این حکم اعتراض دولت آمریکا را در پی داشت و مدتی بعد سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که حکم اعدام امیر حکمتی از سوی دیوان عالی کشور نقض شده و قرار است یک شعبه دیگر دوباره به پرونده او رسیدگی کند. حالا در حالی حکم 10 سال زندان برای امیر حکمتی صادر شده که شرایط جسمی پدر امیر خوب نیست. I realize that his freedom is taken away from him and I do that impacts me. 10 روز پیش روزنامه نیویورک تایمز نامی از پزشک معالج علی حکمتی منتشر کرد که خبر میداد پدر امیر حکمتی وضعیت جسمی خوبی ندارد. سال گذشته در جریان مکالمه 15 دقیقه‌ای اوباما و روحانی، رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی امیر حکمتی شده بود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.